آقا من امروز یه بچه‌ها یه سری کامنت گذاشته بودم، من داشتم می‌خوندم یه ویدیو با قلندر ادیتور قدیمی که گرفته بودم، بچه‌ها میگفتن که مثلا چرا با یه آدم مثلا جوون گرفتی، چرا با یه آدمی که مثلا خیلی حالیش نیست گرفتی فلان مثلا، مثلا کلا میگفتن جوون مبون نیا تو داستان آدمای مثلا سمبالا بیا که یه چیزی داشته باشن. من خودم قبول دارم اینو، خیلی هم باحال میشه این اتفاق بیفته، ولی at the same time من دارم میرم فکر میکنم که شما فکر کن من خیلی دوست دارم که ساید یه آدم جوونو بشنوم، مثلا همون که قلندر اومده بود اگه به کامنت‌ها رو بخونی همه دارن بهش فحش میدن که قلندر بیشوره، قلندر نمیفهمه، ولی آخر اصلا بیشتر فن شما تو همین رنج سنی ما، همینو میگم من میخواستم مثلا اون کسی که شاید مثل قلندر فکر میکنه به خودش بیاد، مثلا ببینید ببینید چرا من احمق به نظر میرسم وقتی مثلا این نظر رو تو مغزمه، برای این میانمش، یعنی اینجوری فکر نکنم که مثلا عروبی کسی میاریم یا مثلا برای اینکه فقط حال بدیم به یارو میاریمش، اینجوری نیست، من اون عقص میارم که مثلا ببینیم یه آدمی که مثلا خیلی نمیدونه چیه که نمیدونه، چرا اینجوری فکر میکنه، واسه اینه، واسه همین آروم باشین انقدر قاطی نکنین، دمتون گرم. خب حسین جون بگو امروز داستانو تو میخواستی بگی که داجه به چیه؟ اول عید مبارک به همه تبریک میگم. عید مبارک؟ حالا ریاضیه؟ نمیدونم والا، ولی باید تبریک بگم. مامان کدوم امام داده به کدوم مامان؟ که الان زایده بعد عیدش کنیم. من از مهسا امینی مرحوم یه تشکر بکنم، چون من قبل از مهسا خانوم همه حرفامو نمیزدم، یعنی یه خورده رعایت میکردم، بعد از مهسا خانوم من دیگه کامل اون رعایت رو گذاشتم کنار، دیگه خودم شدم، مثلا همین راحت دیگه به دین و فلان و اینا بی احترامی میکنم. آقا من قبل از این که کلن الان مثلا یه سال این اتفاق داریم چه اتفاقی؟ خیلی سوبر بودم. آها. مثلا از این حالتی من اصلا حرف نمیزم، خیلی آدم درونگرایی بودم، با کسی حرف نمیزم، یعنی مثلا هر کی منو از دور میدی میگم مثلا این پیغمبری چیزیه در صداشو در نمیاد، پیغمبر که یک زب زر میزده اون زر میزده مینوشته میگفته بقیه هم روزی 5 بار تکرار کنم، اصلا پیغمبری نبوده کار داداش. از اینکه مثلا مامان بابا میدم میگفت فقط با این بگرد من هم اونا بودم بازش بخوای باید هیچی دیگه، تا اینکه چشم به شما خورد توی تو دیگه کلن یه حسین دیگه شد همه چی، یعنی از اون لفظایی که شما از شما استفاده میگرم دور میخوری یا پلو یه چیزایی دیگه کلن سبک عوض شد. خیلی جالبه مثلا شخصیت این مدلی بیشتر هیت میشن، ولی شما همینجوری مثلا همین سامابیلتونی که داری میگی سامابیلتون دقیقا شخصیت همین تطلیو داره، ولی همیشه داره هیت میشه، ولی شما همیشه داری محبوبتر میشه، اینم دوست میشه. اینو خودم هم نمیفهمم، یادم هم هست یه دفعه سپر تلفنمو گرفت، یعنی بعد از بفرمایید شام گفتش که سوهل الان کلی فوشمش میخوری نه، بعد گفتم که نه تو فقط همه دوستم دارن اینا، بعد گفتش نگه بابا، بعد گفتم که بیا نگاه کن، بعد تلفنمو گرفت، بعد مثلا یه 10 دقیقه تو تلفنم اینجوری مسیجا رفت بالا پایین، بعد مثلا چند نفر آدم دیگه هم اونجا بود که مثلا همه بالا چمنم 500 هزار تا 1 میلیون فالوور دارن، بعد اینجوری رفت بالا، بعد گفت آقا هیچی به این فحش نمیده، بعد یو همه اونا ستوی بونن شدن که یعنی چی مگه میشه، بعد به خدا بیا نگاه کن هیچی بهش فحش نمیده، بعد همه براشون عجیب بود، میگه آقا من آدمای مهربون مثلا یارو قضا درست میکنه، مادر مثلا قضا درست میکنه به اون فوش میدن، درو چرا فوش نمیدن، گفتم نمیدونم به خدا، یعنی خیلی جالب بود برای خودم، یعنی برای هممون عجیبه که چرا این اتفاق میفته. آره بیشتر شخصیت این مدلی فوش میخورن تا اینکه فهمید، بعد همون سوالین من سوبر بودم مثلا شما خود بیشتر تجربه داری، مثلا این کسی سوبره نه دختری طرفش میره، مثلا من قبل از 18 سالگی یعنی قبل از اینکه مثلا این لفظا رو بیام این مدلی صحبت کنم هیچ کس هم، یعنی مثلا قبل از دختر قبل از 18 سالگی صفر تا دختر کلا میومد سمت من، از 18 من 19 سالم از 18 تا 19 20 تا دختر اومد سمت من، یعنی اینکه تو مثلا فام باشی و بتونی فقط یه حرف واسه گفتن داشته باشی خیلی تاثیر داره، هم تو روابط با دوستات با تو دختر بازی، اینو من از شما خیلی خوب یاد گرفتم. تو یکی از ویدیوهات هم میگی میگی که همه من میگفتم مثلا چرا تو بهترین سنی 16 بوده سالگی بهترین سنه، حتما یه سی میدونن که من بهم دقیقا همینو تو زندگی استفاده کردم، یعنی همون اولین ویدیویی که بهم اینو گفتی یه من همون فرمونو گرفتم، بس بذار اینو بگم اگه کسی نشیده، من چیزی که بگفتم گفتم که من خودم وقتی کوچیک بودم 15-16 که رسیدم هر کی می‌رسید به من میگفت چند سالته، وای بهترین سالای زندگیتی، این 5 تا 6 سال حالشو ببر که دیگه هیچ وقت اتفاق نمیفته،
بعد دفعه دهم بیستم که به من اینو گفت گفتم آقا نمیشه که اینا کسخل باشن چرت و پرت میگن. حق دارن چیزی دارن میگن، یه چیزی میدونن دیگه. و یه چیزی که اگه توش باشی نفهمی دیگه نمیتونی کاری بکنی چون میگذره. واسه همین کسایی که بین 15 تا 16 یعنی 16 تا 26 بهترین سن زندگیتونه، تنها پیشنهادی که میکنم، خیلی ازتون خواهش میکنم، آقا جون دوست دختر نگیرین. دوست دختر داشته باشین، برین بکنین، بپاشین، خرجش کنین، براش کفش گرون بخرین، من کاری ندارم. قلبه رو بهش نده، پولتو بده، کونتو بده، دولتو بده، همه رو بده، ولی قلبتو نده. الان که اصلا بسه، مخصوصا مثلا اینستا اینا، به نظرم بهترین موقع آدم تو اینستا بزنه. من یه دختره بود خیلی داف بود، یعنی اصلا من تو زندگی من فکر نمی‌کردم به من پا بده. بعد من بهش پی ام دادم اول، بعد اون فقط یه خندید و گفتم آدم کسخل نیست بخنده، یه داف بخنده یعنی چیزایی هست. من پیشو گرفتم، بعد دوباره چیز کرد. بعد اول اون که اصلا معلم نمیداد، دوستی میکرد، جواب نمیداد، بگم مثلا متولد 78 شد، من متولد 82 بودم، اصلا نمیخورد، 4 سال از من بزرگتر بود. تو 82 بودی؟ اون 87 یا 77؟ اون 78 بود. آه 78 تا 82. بعد اون که اصلا به من محل نمیذاشت و اینا، آخر سر مثلا اون به من اصرار میکرد نه تو رو خدا بمون، تو خیلی بامزگی، خیلی فلانی بیساری، یعنی همچین داستانی شد. کسی که مثلا دوستاش میبیچوندنش، یه همچین داستانی واسش پیش اومد. و تو این اصلا خیلی راحت میشه مقصد، یعنی تو دو تا کلمه بگی که طرف بخنده، نصف راهو رفتی. به نظر من مهمترین چیز مقصد اینه که طرف بخنده، یعنی حرفی واسه گفتن داشته باشی. آره کلن سورپرایز کردنشون لغتی خیلی بهشون حال میده. حالا من نمیدونم چرا، ولی اگه مثلا بتونی یه کاری کنی بخندن، اصلا پاره میشن، این دنیاشون از این رو به اون رو میشه. موسا اینو واسه تقریبا خیلی باحال. ما اون زمان که تازه مثلا ما یه دوست داریم، اون مثلا تازه مثلا ماشین میآورد اینا، تو سن ما هم کسی ماشین نداشت، مثلا اینجوری بود که انگواهی نامه نگرفتن و اینا، ماشین دستشون نمیدادن. من این دوستم خیلی باباش رو ماشینش حساس بود. بعد ما روز بارونی هم بود، ما به بدبختی مثلا سانت میزدیم، چقدر ماشین با دیوار فاصله داره که مثلا موقع پارک چیزی نشه باباش نفهمه. به بدبختی ماشینو که کشیدیم بیرون، رفیدیم بارون گرفت. بعد بارون هم بگیره معلوم میشه دیگه. آره کثیف میشه. آره بعد ما چیکار کردیم؟ یه نگاه من به اون کردم، نگاه به من کرد. گفتم ببین دو تا راه بیشتر نداریم، یا 3-4 ساعت اشغال کنیم بعد بذاریم سر جاش، الان بذاریم سر جاش باهات بفهمه. منم خیلی دوست داشتم بریم بیرون، اینجوری گفتم که اول انتخاب کن. بعد هیچی دیگه، ما رفتیم بیرون و بعد من آخر سر گفتم ببریمش کار باش. بعد همون سر بگمونیم به کار باشی چی گفتم من؟ بهش گفتم اگه میشه لطفا زیاد تمیزش نکن. یارو همینجوری مونده بود. آره یارو میگه ما آپشن کم و زیاد نداریم دادا. وای چقدر فانی، به کارواش میگه خیلی تمیزش نکن. اصلا اینو بعد یه کمدی کنی، به کارواش ماشین میگه خیلی تمیزش نکن، قیافه یارو بگیری. دو نفر بیشتر ما آگاه کنیم، دو نفر بیشتر بخونیم تو زندگیش خوشحال کنیم، خودش بیشتر باشه، راحت زندگی کنه، ما بردیم. من تنهایی نمیتونم این کارو بکنم، واقعا کمک لازم دارم. شیر، لایک، ساب، کمکی شما میتونید من بکنین. اگر نکردین دمتون گرم، دولتونم میبوسم، به تخمتونم نباشه. قربونتون، روزتون بخیر.